و فکر میکنم که شاید یک کمپینی درست کردن که تو هر نقطه‌ای به ما آسیب بزنن و یکی از اون جاهایی که فکر میکنم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه ورزش هست و فوتبال، و فوتبالی که تا همین دیروز پریروز همه روش بحث بود که فوتبال باید ادامه پیدا بکنه. آره. حتی اگر بیماری کرونا وجود داره فوتبال باید ادامه پیدا بکنه. حالا اینو میگید، نمیدونم شما چقدر به هر حال تو این زمینه دخل و تصرف داشتید، ولی بعضیا میگن که اگه از همون روز اول قرار بود فوتبال رو تعطیل بکنید اون هفته رو برگزار نمیکردید، این همین داستان سپاهان پرسپولیس اینا هم پیش نمی اومد و این انرژی گذاشتن و کمیته انضباطی و این داستان. خب من یه توضیح خدمت این مورد خدمت شما بدم که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مسئول برگزاری بازی در کاسه استادیوم هستش و بحث های اجرایی و برگزاری مسابقه با ما هست، ولی بحث های تصمیم گیری در خصوص لغو مسابقات به هر دلیلی، بحث های امنیتی، بحث های بهداشتی و هر بحث دیگه ای که باشه واقعا از حیطه اختیارات ما خارج هستش و ما در این خصوص به خصوص در این مورد ما کاملا مطیع دستوراتی هستیم که در یعنی همون مقام تصمیم گیر اون هفته رو گفت ادامه بدید، بعد از هفته بعد گفت لغوش کنید. دقیقاً مسابقات تا فکر می‌کنم بیانیه شورای کرونا کاملاً مشخص است که اعلام شده بود که مسابقات بدون تماشاگر برگزار بشه و خب ما بدون تماشاگر جلو بردیم، ولی خب با توجه به اینکه من خودم از جنس فوتبال، از جنس بازیکن‌های فوتبال، مربی‌های فوتبال، داورای فوتبال هستم، با توجه به واقعاً پیام‌هایی که به خود من می‌دادن حتی توسط خانواده‌هاشون، حتی توسط همسرهاشون که واقعاً خواهش می‌کردن که این مسابقات تعطیل بشه، خب یک سری مکاتبات صورت گرفت، یک سری پیشنهادات از سوی خود من ارسال شد که فکر میکنم باعث شد که مسابقات فعلا به حالت تعلیق در بیاد. قطعا ما انشالله بعد از اینکه این بیماری از کشور ما خارج بشه قطعا از 14 فروردین ماه ما مسابقات رو آغاز خواهیم کرد و به پایان خواهیم برد. امیدواریم که انشالله هرچه سریعتر این اتفاق بیفته و مسابقات به روال قبل خودش برگرده. صحبت از کرونا و تعطیل مسابقات شد، وضعیت بازی تیم ملی چه شد؟ آیا خبر جدیدی داریم آقای شکوری؟ خب دیروز و پریروز یک جلسه در مقر فیفا برگزار شده با نمایندگان فیفا و AFC و همین امروز ساعت 11 فکر می‌کنم یک ساعت و نیم پیشم نمایندگان ما در قطر در دوحه بودن برای تصمیم گیری در خصوص بازی های ملی که فکر می کنم که خروجی این جلسه این باشه که بازی ها تا شهریور ماه احتمالاً عقب بیفته. حالا به صورت دقیق باید ما منتظر باشیم تا صورت جلسه برای ما ارسال بشه. بازی های فروردین ما عقب میفته یا اینکه نه خرداد هم احتمال خیلی زیاد بازی های فروردین به صورت قطعی عقب خواهد افتاد و بازی های خرداد ما هم احتمالاً عقب بیفته، ولی خب اون چیزی که ما درخواست داشتیم این بوده که روال مسابقات به همین ترتیب باشه. آره یعنی ترتیبش عوض نشه، یعنی ترتیب عوض نشه و ما ابتدا با هنگ کنگ بازی کنیم، بعد با کامبوج بازی کنیم، بعد مسابقاتمون ادامه پیدا بکنه. ولی خب ما منتظر دریافت صورت جلسه هستیم، ولی اون چیزی اطلاعی که ما داریم این هستش که احتمال خیلی زیاد بازی‌ها تعویق پیدا می‌کنه. تعویق با همین ترتیب یا همون؟ بله با همین ترتیب، درخواست ما دقیقاً با همین ترتیب بوده. آها.